همایون خیری، سردبیر علمی ایران اینترنشنال از لندن با من همراه شده. همایون، تبریزیان گفته که پشه آیدس در آزمایشگاه‌های آمریکا و اروپا ساخته شده. چی فکر می‌کنیم؟ واسه بیشتر خندم میگیره، ولی برای اطلاع عمومی میگم که این پشه 216 سال پیش شناسایی شده، یعنی دوره فتلیشاه قاجار همزمان با همون دوره شناسایی شده، ولی ژن نگاری یا در واقع مطالعه ژنتیکی و تاریخی این پشه نشون داده این پشه 5000 سال پیش در آفریقا، در غرب آفریقا ظاهر شده و بعد اون دوره غرب آفریقا از نظر آب و هوایی مرطوب بوده، الان خشک، اون موقع مرطوب بوده و شرایطی ایجاد شده تا این پشه ظاهر بشه. بنابراین اون اروپا و آمریکا و اینا واقعا هیچ جایی ندارن. 5000 سال پیش که این پشه آمده خبری از این آزمایشگاه ها نبوده و بعدم وقتی شناسایی شده اینجور شناسایی شده که در دوره‌ای که بردهداری می‌کردند متوجه شدن که یک بیماری همراه برده‌ها از آفریقا می‌آمده و بعد این بیماری در واقع متوجه شدن که عاملش همون پشه است، برای اینکه پشه همراه، یعنی لارو پشه همراه با بار اساسیه کشتی‌ها به اروپا آمده و پخش شده. بنابراین نرفی که آقای تبریزی ها میزنن اصولا هیچ شواهدی برش وجود نداره، برای اینکه هم بیماریزاییش خیلی پیش از این ثابت شده بود، هم خود وجود این پشه که اصلا 5000 سال پیش هیچ خبری از این چیزا نبوده. به نظر شما چنین ادعاهایی چقدر میتونه برای جامعه خطرناک باشه؟ ببین، در جامعه امروز ایران، جامعه علمی امروز ایران که به هر حال با همه ناملایمات یک جامعه بسیار باسواد فرهیخته است، یعنی در جامعه علمی ایران کمتر کسی این حرفا رو جدی میگیره. در ایران حشره شناسان برجسته‌ای داریم و متخصصان حشره شناسی پزشکی که بسیار برجسته هستند، یعنی در دنیا هم آدم های شناخته شده هستند. بنابراین در جامعه علمی چنین حرفایی اصولا خریدار نداره، همچنان که مسئولین بهداشتی هم الان مرتب اعلام میکنن که چه کارهایی انجام دادن، چه آموزشایی دادن. بنابراین ما با اون قسمت کاری نداریم. اما اون چیزی که آقای تبریزیان به ما میگه، به جامعه میگه، شامل همه آدما با سواد و بی سواد، این است که رسانه ها، مراکز دانشگاهی، مراکز علمی، حتی وزارتخانه هایی که با سلامت بهداشت سر و کار دارن لازمه بیشتر کار بکنن. یعنی آقای تبریزیان و امثال آقای تبریزیان در همه جای دنیا زیادند. کسانی معتقدن سیاره زمین تخت صاف گرد نیست، یعنی نمیشه همه اینها رو هر روز در واقع رفت دنبالشون و اینها رو مجازات کرد. اون چیزی که لازمه و به نظر من آقای تبریزیان داره به ما این هشدار میده، یعنی به عنوان مخاطبین، این است که ما باید بیشتر کار کنیم در آموزش بهداشت و پیشگیری، برای اینکه پیشگیری ارزان‌تره و درمان سخت‌تره. بنابراین حرف ایشون جدی نیست، ولی ما باید بیشتر کار بکنیم در رسانه‌ها و مراکز علمی که اطلاع رسانی بهتر انجام بدیم و سلامت مردم رو بیشتر با دانش روز تأمین بکنیم. سپاسگزارم از شما همایون خیری، سردبیر علمی ایران اینترنشنال از لندن همراه من.